دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. آقای دکتر سلام و عرض ادب. عرض سلام و درود دارم خدمت شما و مخاطبین خوب برنامه‌تون، در خدمتون هستم. آقای دکتر، تحلیل شما از علت دستگیری پاول دوروف، بنیانگذار و مدیر عامل تلگرام و پیامدهای آن چیست؟ بفرمایید. بله، خیلی متشکرم. ببینید، اتفاقی که افتاده برای آقای پاول دورو، با توجه به اینکه مختصات فکری و عملی شبکه‌های مجازی به نام اینستاگرام، تلگراف، واتساپ یا سایر پلتفرم‌ها، اینها هدف‌گذاری‌های متفاوتی پشتشون هست. برخی از اونها جنبه اطلاع‌رسانی داره، برخی از اونها در رابطه با تقویت مناسبات اقتصادی بین افراد در کشورهای مختلف یا سایر هدف گذاری ها رو دنبال میکنه. برخی ها جنبه های در واقع کنترل های امنیتی داره که دولت ها معمولا روی اونها سیاست هایی رو اعمال میکنن. بنابراین ما از تقریبا میشه گفت از 2 دهه قبل شاهد این بودیم که نقش برخی از این پلتفرم ها در براندازی حکومت ها، به ویژه در حوزه آسیای مرکزی و قفقاز و در سایر مناطق، نقش تعیین کننده داشته. با این مقدمه میخوام ورود داشته باشم به تلگرام که توسط آقای پاول دوروف و برادرشون نیکولای دوروف در واقع تأسیس شده. این پلتفرم در سال 2017 با مشکلاتی از طرف خود دولت روسیه مواجه شد، یعنی دولت پوتین مشکلاتی رو برای این شبکه ایجاد کرد و دلیل اعلام شده از طرف آقای پاول دوروف این بود که امتناع از سانسور حقایق که دولت‌ها معمولاً ارتکاب به یک سری جنایات می‌کنن اعلام شده و ایشون نهایتاً از کشور روسیه اومدن بیرون و در فرانسه، چون شهروندی فرانسه رو هم دارن. حالا ما جنبه‌های حقوقی دستگیری ایشون رو نمی‌خوایم بپردازیم، به خاطر اینکه به دلیل اینکه تابعیت دوگانه دارن این مسئله یک مقدار پیچیدگی‌هایی داره. ولی از اونجایی که ما نگاهمون رو نسبت به این مسئله می‌خوایم بازتر بکنیم که جرائمی که به ایشون نسبت داده شده و در مقابل ایشون اینها رو واهی می‌دونه، اخباری زد و نقیز اعلام میشه از اینکه ایشون دخالت حکومت‌ها رو در رابطه با در اختیار داشتن تمام محتوای پیام‌هایی که در تلگرام از سوی کاربران رد و بدل میشه اعلام کرده و امتناع ایشون از بروز سانسور، نتیجتاً در واقع این اتهامات رو معتقدن که براشون به وجود آورده. حالا جرایم، خیلی جرایم سازمان یافته اسمشو گذاشتن، یا حتی مواردی در رسانه ها مطرح شد که ایشون در پلتفرم در واقع تلگرام موضوعاتی در رابطه با ارتباط حماس در هدایت فعالیت های در واقع مبارزاتی یا تروریستی یا هر چی که اسمشو گذاشتن به این پلتفرم نسبت داده شده. من حقیقت مطلب این رو میتونم اینجا عرض بکنم که طبیعتاً پشت سر همین مسئله نقش دولت‌ها هست. اینو ما باید کاملاً متوجه بشیم که دولت‌ها هر اندازه که حوزه تعریف منافع ملیشون رو و نفوذ در کشورها رو بیشتر میکنن، طبیعتاً همش از طریق ابزار نظامی یا دیپلماتیک نیست، استفاده از پلتفرم‌هایی هست که نقش واسط رو بازی میکنن. یک پولهای در واقع رد و بدل میشه، کودتایی ممکنه در کشوری اتفاق میفته، نقش اون صفحات مجازی طبیعتاً در اون اثرگذار هست. حالا ما زمانی که این اطلاعات رو داریم و برمیگردیم در مورد تلگرام میخوایم صحبت کنیم، من فکر میکنم که حکومت‌ها کلن از افشای اطلاعاتی که توسط این پلتفرم‌ها در واقع رد و بدل میشه یا بین شهروندان هست در مورد حقایقی که میخواد افشا بشه، نگرانی دارن. دولت‌ها نگرانیشون رفته رفته از حوزه سانسور در حوزه ملی، در محدوده جغرافیای ملی، به سمت ایجاد محدودیت در یا سانسور در عرصه بین‌المللی داره حرکت میکنه. این یک مطلب. حالا پیامدهاش چی میتونه باشه؟ پیامدهاش من فکر میکنم ظهور پلتفرم‌های جدیدی، هرچند در اندازه‌های کوچیک‌تر، شاید نه مثل تلگرام، ولی افشاگر باشن اینها از برنامه های پشت پرده که در عرصه سیاست گذاری های دولت ها اتفاق میفته علیه شهروندان
و مطلب دوم اینه که خارج شدن در واقع کنترل دولت ها روی در واقع این پلتفرم ها خواهد بود. من این مسئله رو پیامد منفی و مثبتش رو در این میدونم که عرصه بین المللی شاهد بروز یک سری نارسایی ها در کنترل اذهان افکار عمومی خواهد بود، ولی ظهور این پلتفرم های جدید میتونه در واقع بسیاری از این حقایق پشت پرده رو افشا بکنه. ممنونم. با تشکر از دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن، که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند.